درود گلای تو خونه، عرق خورای نمونه، ارسلان هستم، کانال شان یوکی، کانالی که شما رو همه دیوونه کرده، راهی میخونه کرده. اینو من نمیگم، خودتون با کامنت های زیبایی که میذارید حرفتون اینه. امیدوارم که الکلی نشید، الکل کلن چیز خوبی نیست. با قسمت سوم مخمر طبیعی در خدمت شما. اگه قسمت اول و دوم ندیدی، لینکشو بالای همین تصویر میذارم، برو ببین. بعد بیا اینجا، تا اونو ندیدی اینجا نیا. راد نمیدم داداش. اگه عضو جدید هم هستی ازت خواهش میکنم کانال خودتو شان یوکی رو سابسکرایب یا همون مشترک شدن رو بزن، به اضافه زنگوله. چرا؟ چون که من هر روز کلیپ دارم، زمانی که زنگوله رو بزنی بهت آلار میده و متوجه میشه که من کلیپ جدید گذاشتم. یه عالمه هم کیب از قبل دارم، برو اونا رو ببین حتما. طبق معمولم از شما عزیزان خواهش میکنم اگه این کیب به دردت خورد و استفاده کردی ازش، اونو لایکش کن و همچنین کامنت زیبا بذار. کامنتت باید با رمز عبور باشه که رمز عبور رو در تایم کیب خدمتت عرض میکنم. بزن بریم برای کیب دیگه، سرتون رو در نیارم. ماچ. با یاد و نام آقا زکریا شروع میکنیم. تو این قسمت سوم میخوام بهتون بگم مخمر طبیعی رو که درست کردیم به صورت پودری اونو در آوردیم تستش کنیم و در ادامه به تمام سوالات کلیدی که شما در قسمت یک و دوم پرسیده بودید جواب بدم. تا آخر نگاه کنید و گوش کنید لطفا. این الان عرق شکره و من یه قاشق سرخالی از این مخمری رو که درست کردم میزنم بهش و ببینید چجوری فعال میشه. فقط یه نکته رو اشاره کنم خدمتون، این مخمر طبیعی مثل مخمرهای مصنوعی شرکتی نیست، مخمرهای نان نیست که بخوای اونو فعال کنی، و بر اساس تایم این خودش فعال میشه. در عرض حدود تقریبا دو روز سه روز شروع به فعالیت میکنه. الان 48 ساعت میگذره، نگاه کنید قشنگ مخمرها این مخمرهای مصنوعی اومده بالا و شروع به فعالیت میکنه. حباب حباب میزنه، نگاه کنید دوستان عزیز، اینم حباب خوشگلی که این مخمر طبیعی در کمتر از 48 ساعت شروع به فعالیت کرد. نگاه کنید کامل این مخمر مصنوعی جنب و جوش دارن. اینه، حالا یه تکونش هم بدم و فعالیتش چند برابر میشه. حبابا رو نگاه کنید، پشت سر هم شروع میکنه به حباب. بزن دیگه لعنتی. ماشاءالله، بکوب محکمتر، برو که رفتیم داداش. حالا من اینو به عرق شکر زدم، توفاله نداره. اگه به یه مشروبی میزدم که توفاله داشت، قشنگ توفاله ها رو آورده بود بالا و شروع به قلقل کردن میکرد. این مخمر طبیعی خاص داره، یه کاربردهای فراوون بی نظیری که داره اینه که شما میتونید مثلا انگور حساسید، انگورتون رو بشورید و از این مخمر طبیعی بهش بزنید. چرا؟ چون که مخمر طبیعیه و مصنوعی نیست، شرابتو خراب نمیکنه. هر میوه یا هم که دوست دارید میتونید بشورید بهش بزنید، یا خیلی از میوه که نیاز به مخمر دارن مثل شراب گلابی، خرمالو، سیب و و و اکثر میوه نیاز دارن، بهش از این مخمر با خیال راحت بزنی و کیف کنی. برای انواع مشروب هم کاربرد داره، شراب، عرق، آبجو، ودکا، هر چیزی که فکرشو بکنی که میخوای تبدیلش کنی به مشروب و نیاز به مخمر داره، از این بریز توش. و اما رمز کیپ هم بریز توش. من بدون منظور اینا رو میگم دوستان عزیز. ببین الان گفتم این مخمره بریز توش، حالا شما با منظور میگیرید به من ربطی نداره. هر کامنتی رو میخوای برام بنویسی، سوال، تقدیر، تشکر، فوش، هر چیزی، اولش بریز توش رو بنویس و بعد ادامه کامنتت. الان میخوام بهتون بگم از اون مقدار انگور و کشمش و شکری و که تو قسمت یک و دوم زدیم مخمر درست کردیم چقدر بهمون مخمر داد، دستتون بیاد بدونید که چه جوریه. من اینو میریزم داخل یک کاسه و به وسیله قاشق غذاخوری اینو میریزم مجدد داخل همون شیشه که بدونید چند قاشق غذاخوری بهمون داد. یک عدد، یک عدد چیه؟ دو، عرصیه دیگه، سه، شیطونه، کاریش هم نمیشه کرد، نمیدونم، چهار، این از کجا بلند شد اومد رفت لندن خدا میدونه، پنج، یه جورایی هم بلش کنم، و اما شیش.
این یه ذره هم این ببین می مغازه یه ذره اینجوری میندازن روش میگن آقا اینم سرسنگینیه نمیدونم ترازو، اینم سرسنگی ترازو بود من ریختم براتون 6. یه قاشقم به اون عرق شکر زدم پس شد 7 تا، یعنی 7 قاشق غذاخوری بهمون مخمر طبیعی داد. میزان و مقدار مصرفش هم به چه صورته؟ شما هر چقدر قبلا مخمر مصنوعی میزدید به ازای اون مخمر مصنوعی که میزدید 2 برابر 3 برابر از این مخمر طبیعی بزنید. دستتون نلرزه، بیشتر هم زدید زدید اصلا مهم نیست. چرا؟ چون که مخمر طبیعی و شراب آبجو عرقتو به هیچ عنوان مزهشو تغییر نمیده و فوق‌العاده است. حالا بخوام مثال براتون بزنم، من عرق شکر انداختم و حدود 4 لیتر عرق شکر داشتم، تنها یه قاشق غذاخوری از این مخمره بهش زدم. حالا این یه قاشق رو میتونستم 2 قاشقم بکنم، طوری نمیشد. شما هم به همین صورت اگه اینجوری مثل همین شراب خام دارید بدون توفال است، همون 4-5 لیتر یه قاشق بزنید، به همین مراتب برید بالا. اگه به اصطلاح 10 لیتر دارید 2 قاشق بزنید و اگه با توفال است میتونید به ازای هر 7-8 کیلو مثلا به طور مثال بگم گلابی مثلا میتونید باز 1-2 قاشق بهش بزنید. اصلا مهم نیست که چقدر بزنید چقدر نزنید، خودت هم درست میکنی و همیشه در دسترست هست. منظورم اصلا مهم نیست اینه که زیاد بزنی یا کم نزنی، یه وقت شیطون بلا زیاد بزن اصلا مهم نیست، شراب تو تلخ نمیکنه، عرق تو تلخ نمیکنه. لینک این عرق شکر رو هم میذارم آخر همین کلیپ، زمانی که کلیپ به پایان برسه لینکش اونجاه، میبینید میتونید بزنید روش و وارد لینک مستقیم عرق شکر بشید. الان بریم سراغ سوالاتی که شما تو قسمت 1 و 2 پرسیده بودید. گفته بودید که این مخمر مثل مخمر توربو شرکتی عمل میکنه، تا 20% هم الکل رو میرسونه. دوست عزیز بله 100%، ولی بستگی به شیرینی شراب عرق داره، هر چقدر شیرین باشه همون اندازه رو به الکل تولید میکنه، حتی بهتر از توربو شرکتی. چرا؟ چون که از جنس و نسل کشمشه و به راحتی تمام این شیرینی رو به الکل تبدیل میکنه. پرسیده بودید به جای شکر سفید میتونید قهوه ای، عسل، نبات اینا بزنیم؟ میتونید، ولی بهتر شکر سفید باشه. چرا؟ چون که هم شیرینی بیشتری داره، همین که مخمرها عاشق چیز سفیدن، سفید همه دوست دارن، خوششون میاد. بعد یه سال دیگه گفته بودید اگه جلو آفتاب نوشته چه کار کنیم؟ کنار بخاری شوفاژ بذارید؟ بله راحت همونجا بذارید بره. بعد یه سال دیگه رو هم پرسیده بودید، این سال خیلی مهمه، گفته بودید از توفاله شراب میتونیم همچین کیپی درست کنیم، همچین مخمری درست کنیم. یک کیپ درست کردم در همین مورد، چند روز آینده میذارم و لینکشو هم بالای همین کلیپ بعد از این که آماده شد و آخر همین کلیپ لینکش هست، میتونید اونجا ببینید و واردش بشید. اونم یه مخمر طبیعی فوریه و از خود شرابی که دارید میتونید این کارو انجام بدید و بگیرید. مدت نگهداری رو که عرض کردم 1-2 سال، فقط جای خوش نگه دارید، پیش ادویه مدویه هم نباشه که بو بگیره. بعد برای همه چیزم مناسبه، اینو هم توضیح دادم خدمتتون. اگه انگور نباشه و اون فصل انگوری وجود نباشه چیکار باید بکنیم؟ میتونید از کشمش تنها استفاده کنیم، ولی خب این میکس دوتا خیلی عالی تر میشه، ولی اونجوری هم کارتون راه میندازه. به جای اون مرحله ای که ما انگور زدیم کشمش بزنیم دوباره، یعنی 3 مرحله رو رعایت کنید. بوی کشمش نمیده 100% بو میده، ولی خب بوش کمه. ولی اینو هم اضافه کنم، زمانی که خوش میشه این بو هی کم 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 و کم میشه، از اون نظر خیالتون راحت باشه. بوی کشمش که نه، یه بوی خاص داره. بوی خاص میدونی چیه؟ یا مثال بزن براتون، نمیذارید دهن نمیذارید بسته باشه. سوالات همینا بودن، سوالای مهمی که پرسیده بودید. بقیه سوالات تکراری بود، داخل کلیپ بود. بهتون پیشنهاد میدم کلیپ رو ببینید مجدد و تمام سوالاتتون رفع میشه. خب انگشته چی بود کرد تو دهنش؟ به من چی بود کرد تو دهنش؟ دهن من که نکرده. بگذاریم، در همینجا این کلیپ رو به پایان میرسونم و از آقا مولام زکریا میخوام همیشه شما رو سرمست و سرخوش منتهای مراتب با ادب با مرام نگه داره. آرزوم براتون سلامتی و تندرستیتونه. کوچیک شما ارسلان، بوس از همین راه دور برسه دستتون.